دوستان سلام، امشب دکتر موشکاف میخواد جسم ناقص ولایت رو سی تی اسکن کنه تا شما با چشمای نازنینتون ببینید که این زهر اتمی اون تو موها چه علم شنگه ای رو انداخته. اول حداد قاتل رو داریم که وافور عظما رو اینجوری میکوبه تو ملاد شیخ فری. آمار مربوط به انصراف دریافت یارانه ها آماری است که باید در ذهن ما سوال های جدی ایجاد کند. من شخصا از این نتیجه تعجب کردم و جای تفکر دارد. بله، وقتی کار به اونجا که میکشه موتور تفکر حداد قاتل روشن میشه. دیگه تکلیف جماعت شبون و سخونیا و شربت مداری و اهل عیال روشنه. شربت مداری که هنوز دلش از مخفی کاری های توافق ژنو پره، دوم به اون توافق نامه رو به شکل بسیار قانونمندی میچسبونه به قبض یارانه. جلوگیری از تبیین حقایق و واقعیات محرز و مسلم در موضوعاتی مانند توافق نامه ژنو و رفتارهای مشابه و اعتمادسوز دیگر در کتمان خواست اصلی مردم باعث ایجاد برخی اظهارات شده. آنچه مشاهده می شود با آنچه وعده داده شد تفاوت جدی و نگران کننده ای دارد. ورق پاره های باند کوسه هم برای اینکه عظما و نوچه هاش بیشتر از این دور بر ندارن کل نظام رو بردن زیر بخیه. فقط 2,400,000 نفر یا اندکی کم و بیش از این شمار پیام قابل تأمل و در عین حال بد عاقبتی است که هیچ نیازی به رفتار شناسی و تحقیقات جامعه شناختی هم ندارد و حقیقتی روشنتر از آفتاب است و نشان آن است که مردم به وضع جدید و پیش رو اعتمادی ندارند. اقبال سرد مردم نسبت به دولت پیام بیدار باشی به روحانی است. به صراحت باید گفت که روحانی فرصت مغتنم نظام ماست. اگر آسیب ببیند نظام آسیب پذیر خواهد شد. خب یه دفعه بگو نظام داره کله پا میشه و راحتمون کن دیگه. به خاطر همین وضعیت بد عاقبت و آسیب پذیر نظامه که خرمهره مثل این احمقی مقدم تو رزمایش زیر بالش اقتدار اینجوری ترس عظما رو برملا میکنه. مقام معظم رهبری بفرمایند به سراغ مرزها بروید، اگر نروید مرزها به سراغ شما میان. یعنی اگر ما در مرز امنیت رو برقرار نکنیم اون وقت در تهران باید منتظر ناامنی و اقدامات چالش برانگیز باشیم. دیدم که مرز رو هم چسبیدی. درز و دورزای عبای ولایت رو چی کار میخوای بکنی؟ قرار بود سیدعلی فقط یه جرعه زهر قرقره کنه و تمام. اما حالا زهر تو سلول سلول جسم عظما خونه کرده. اون روز که موشکاف میگفت جرعه اول همان و رو به قبله شدن ولایت همان، یه چیزی میدونست. موشکاف با آقای موشکاف